سلام میکنم به شما بینندگان عزیز کانال جدید. امیدوارم اوقات خوشی رو پشت سر گذاشته باشید. با یک برنامه دیگه از نگاه روز با شما هستیم. آزمایش موشکی جمهوری اسلامی و اخطار ترامپ. پس از آزمایش موشکی جمهوری اسلامی در دهم بهمن ماه، مقامات آمریکایی لحن خودشون نسبت به جمهوری اسلامی تندتر کردند. مایکل فلین در مقام مشاور امنیت ملی ترامپ گفت ما امروز رسما به ایران اخطار دادیم. همچنین نیکی هلی نماینده آمریکا در سازمان ملل پس از نشست شورای امنیت آزمایش موشکی جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خواست. در همین خصوص مصاحبه‌ای داریم با حمید تقوایی، لیدر حزب کمونیست کارگری ایران. امیدوارم که صدای ما را داشته باشی. سلام می‌کنم به تو. بله، صدا هست. با سلام به شما و به بینندگان این برنامه. اولین سوالی که پیش رو داریم حمید تقوایی این هستش که اخطارها چقدر جدی بوده و به چه معناست؟ خب این اخطارها یکی از نتایجش میتونه تشدید تحریم های اقتصادی باشه و همین الان دارن این رو صحبت میکنن. این بحث هست که به احتمال زیاد این اخطار منجر خواهد شد به تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران، با اینکه میگن این بالاخره به اون معنا ناقض برجام نیست، ولی جزی از فعالیت هایی که ایران باید محدود بشه، نباید دست به این کار بزنه و به این خاطر تحریم را تشدید خواهند کرد. ولی من فکر نمی کنم از این سطح فراتر بره. کلا این کابینه ترامپ که روی کار اومده و خود ترامپ لحنشون معمولا تندتر از اون کاریست که واقعا میخوان انجام بدن. در موارد متعدد این رو دیدیم و فکر میکنم در این مورد هم در همین سطح تشدید تحریم‌های اقتصادی باقی خواهد بود. مگر البته اتفاقات عجیب غریب دیگه بیفته که خب اون بحث دیگری است. ولی تا اونجایی که به عکس العمل نسبت به این آزمایش موشکی اخیر مربوط میشه، من فکر نمیکنم از سطح تشدید تحریم‌ها فراتر برن. سوال دیگه ای که الان پیش رومون هست، جمهوری اسلامی چه هدفی رو دنبال میکنه؟ آیا آزمایش موشکی رژیم در این شرایط به موضوع ممنوع و ورود شدن اتباعی ایران و شش کشور دیگه هست؟ خب این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی داره این کار رو میکنه، به خصوص از دوره ای که مثلا روحانی روی کار اومده و بحث برجام و تعدید رابطه با آمریکا و غیره مطرح شده، میبینیم این نوع مانورها هم بیشتر شده. به معنا این یک جنبش اون اختلافات و درگیری‌های جناحی حکومت است که جناح اصولگرا که این کنترل کامل داره بر نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، اون معمولا دست به این کارا میزنه برای اینکه رابطه رو اجازه نده خط روحانی و سیاست‌های روحانی به پیش بره. یک نوع اقدامات تحریک آمیز به حساب میاد و این بار هم در اعلام این اخطار مقامات آمریکایی رسما گفتن که این اقدام جمهوری اسلامی رو تحریک آمیز میدونن. ولی فکر کنم خودشون هم میدونن که این یک نوع تحریکی است که از جانب جناح مخالف روحانی انجام میشه، دقیقا برای اینکه موافق اون سیاست و خط روحانی، به خصوص تا اونجایی که مسئله تعامل با آمریکا به اصطلاح و نزدیکی با آمریکا مربوط میشه، موافق اون نیست. ولی اینکه ترامپ روی کار اومده، این رو فرصت مغتنمی دونستن برای اینکه دوباره این نوع آزمایش‌های موشکی رو از سر بگیرن و این مناسبات رو اونطوری که خودشون فکر میکنن جلوش رو بگیرن و روی ریل دیگه بندازن. من فکر میکنم یک علتش اینه. یک علت اساسی ترش اینه که بالاخره کل جمهوری اسلامی به یک نوع آمریکا ستیزی و ضد آمریکایی گری احتیاج داره، همیشه احتیاج داشته. در این اینکه اینا از نظر اقتصادی کاملا در معرض فروپاشی قرار گرفتن و برجام هم میدونن به جای زیادی نرسیده، در این حال اینا از نظر سیاسی، از نظر تبلیغی، از نظر موقعیتشون در منطقه و غیره و غیره احتیاج دارن به اینکه همچنان بر طبل شیطان بزرگ بکوبن و ضد آمریکایی‌گری رو همچنان ادامه بدن. این استراتژی جمهوری اسلامی و به یک نوع خط بقای جمهوری اسلامی است و بنابراین در این سطح که نگاه کنیم، قضیه از دعوای جناها فراتر میره و مربوط میشه به اون استراتژی که جمهوری اسلامی از بعد روی کار اومدن دنبال کرده، مبنی بر اینکه باید با حمله به شیطان بزرگ و این نوع به اصطلاح تحریکات نظامی و غیره موقعیت خودش رو در ایران و در منطقه به عنوان یک حکومت ضد آمریکایی تثبیت کنه. به نظر من یک جنبه مهمم این هست. و الان که باز ترامپ رئیس جمهور شده،
اون جناح اصولگرا و این خطی که این استراتژی رو دنبال میکنه اینطور ارزیابی کرده که خب دست بالاتری داره و موقعیت خوبی هست برای اینکه دوباره این سیاست ها رو دنبالش رو بگیرن و به اصطلاح هرچی بیشتر بر طبل ضد آمریکایی‌گری بکوبن. منتها خب از طرف دیگه نتایج و عواقب اقتصادی داره که همشون میدونن وضع اقتصاد رو بسیار بدتر خواهد کرد. این تناقض و میشه گفت بن‌بستیه که جمهوری اسلامی مدت هاست باهاش روبرو هست، یعنی تناقضی که بین باز کردن روابط اقتصادی با غرب و با دنیا وجود داره، میدونن ناگزیرن این کارو بکنن و از طرف دیگه از نظر سیاسی مجبورن همچنان این چهره ضد آمریکایی و از غرب ستیزی خودشون نگه دارن و الان یک بار دیگه میبینیم که همین تناقض به چه شکل دوباره داره خودشو به اصطلاح بروز میده و به این نوع مانورهای نظامی و به این نوع کشمکش‌های جدید با آمریکا منجر شده. خب در خصوص همین واکنش‌هایی که مقامات آمریکایی داشتن نسبت به آزمایش موشکی جمهوری اسلامی، به نظر شما آیا اروپا در برخورد به جمهوری اسلامی از آمریکا تبعیت خواهد کرد؟ رابطه کلاً رابطه ایران و اروپا به چه سمت و سویی میره؟ خب از ابتدا رابطه اروپا با جمهوری اسلامی فرق میکرد با آمریکا. الان از تحریمایی که صحبت میکنیم تحریمایی است که فقط از طرف آمریکا اعمال میشه. اگر اون تحریمای عمومی تر که بر سر پروژه هسته‌ای بود اونا متوقف شده و اونجا اروپا، روسیه، کلان شورای امنیت و آمریکا همه به سر اون توافق کردن. بنابراین در اون مورد اینطور نیست که این تحریما سرایت میکنه به اروپا و اروپا هم میاد این سیاست رو در بر میگیره. از نقطه نظر سیاسی هم الان اروپا بیشتر خودش رو به جمهوری اسلامی نزدیک میدونه تا آمریکا، بخصوص با روی کار اومدن ترامپ این قضیه به نظر من بیشتر هم خواهد شد. من فکر می‌کنم یک نتیجه به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا این هست که اروپا سعی می‌کنه روابط تجاری، اقتصادی، حتی سیاسی نزدیکتری با جمهوری اسلامی برقرار کنه، چون همه‌شون نگران این هستند که این سیاست‌های ترامپ منجر بشه به اینکه کل برجام زیر سوال بره یا متوقف بشه یا وضعیت بره باز توی حالت نظامی و یه بحران شدید که اروپا به خصوص اصلاً نمیخواد و نمیپسنده که این وضعیت پیش بیاد. به این معنی من میخوام بگم بازتاب ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا به نظرم به این معنی است که اروپا سعی میکنه از نظر اقتصادی و سیاسی به جمهوری اسلامی نزدیکتر بشه و جمهوری اسلامی هم رو این به نظر من حساب میکنه که آمریکا الان هر چقدر بس از تحریم ها قیده بزنه بالاخره در برابر ایران تنهایی قرار گرفته و دیگه اون ائتلاف رو نداره، به خاطر اینکه برجام رو اروپایی‌ها خیلی جدی‌تر از آمریکا پاشستن و همین فلحال هم معاملات و مناسبات تجاری بین اروپا و جمهوری اسلامی خیلی بیشتر هست تا این روابط اقتصادی بین آمریکا و جمهوری اسلامی. به نظر من اروپا به دنبال ترامپ در این مورد نخواهد رفت و حتی همونطور که گفتم برعکس باعث خواهد شد که سعی کنه از نظر تجاری، اقتصادی و سیاسی به جمهوری اسلامی نزدیک‌تر بشه. همین تقوایی، به عنوان سوال آخر، در این دوره موقعیت جمهوری اسلامی پایدارتر میشه یا شکننده تر میشه؟ به عنوان سوال آخر توضیح بدیم ممنون میشه. موقعیت جمهوری اسلامی کلان شکننده هست، نه به خاطر رابطش با آمریکا، این فقط یکی از فاکتور هست. اساس قضیه هم که گفتم این هست که جمهوری اسلامی با یک بحران شدید به خصوص اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در نتیجه روبرو هست. اون تناقضی گفتم هر روز تشدید میشه و بیشتر گریبان جمهوری اسلامی رو میگیره. به این معنی که از یک طرف جمهوری اسلامی ناگزیر روابط اقتصادیش رو با دنیا گسترش بده به خاطر اینکه از این بنبست و تلاشی خودشون به عنوان یک به اصطلاح متلاشی شدن اقتصاد اختار میدن که همچین وضعیتی هست، ناگزیر از یک طرف خودش رو از این رها کنه و یک گشایش اقتصادی ایجاد کنه که برجام اصلا به این خاطر اینا پاش رفتن و امضا کردن و امید داشتن که این حالت رو به وجود بیاره که از نظر اقتصادی مسائل حکومت حل بشه. از نظر دیگه از نظر سیاسی نمیتونه این تبلیغات و این موضع‌گیری های ضد آمریکایی گری خودشو کنار بذاره. این تناقض رو امروز ما میبینیم به صورت به اصطلاح برخوردهای دو جناح نشون میده، ولی یک تناقض پایتر از اختلافات جناحی است. به عبارتی میخوام بگم اختلافات جناحی ناشی و حاصل این تناقض هست، نه برعکس.
و به همین دلیل به نظر من هم بحران اقتصادی و هم بحران سیاسی جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد. عامل تضعیف و عامل به اصطلاح عاملی که جمهوری اسلامی به این موقعیت رونده در نهایت نارضایی عمیق مردم و اعتراضات و مبارزاتی است که ببینیم در سطح گسترده‌ای در جامعه الان جاری هست و همین فاکتور به نظر من باعث خواهد شد که بحران جمهوری اسلامی هر روز شدیدتر بشه، مستقل از اینکه اینا با آمریکا به چه توافقی برسن یا نرسن. از نظر داخلی و در رابطه با مردم به نظر من نمیتونن وضع رو آروم نگه دارن و موقعیت خودشون رو تثبیت کنن. با تشکر از توضیحات تو حمید تقوایی، ممنون که در این برنامه شرکت کردید. به من هم تشکر میکنم و همچنین تشکر میکنم از شما بینندگان عزیز که تا انتهای برنامه با ما بودید. اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. وقت خوش، موفق باشید.